این قسمت دوم ویدیو جام جهانی قطره. توی قسمت قبل راجع به فیفا، جام جهانی و قطر صحبت کردیم و متوجه شدیم کشور قطر این پول نامحدود تموم نشدنی رو از کجا میاره. حالا میخوام چند تا از خریدهای قطر رو بهتون بگم که برگاتون بریزه. قطری ها املاک زیادی رو توی سنگاپور و نیویورک خریدن، املاک خیلی زیادی. و جالبه بدونید فرودگاه سن پترزبورگ روسیه مال قطری هاست. شرکت فیلمسازی میراکس، برند لوکس ایتالیایی ولنتینو و باشگاه پاریس سن ژرمن با اون همه ستارهای گرون قیمت میلیون دلاریش. یادم باشه یه ویدیو مخصوص این سرمایه گذاری های قطری ها براتون بسازم که ببینید اصلا فازشون چیه و این لعنتی ها چیا رو خریدن. جدا از این سرمایه گذاری های هدفمند، قطر تلاش میکنه خودش رو به عنوان یک مرکز بین المللی برگزاری فستیوال های جهانی جا بندازه. و با توجه به این برنامه ها چه چیزی بهتر از جام جهانی این هدف رو براشون محقق میکنه؟ از شانس خوب قطر، این تورنمنت رو کسی مدیریت میکنه که زبان مشترکی با قطری ها داره، زبان پول و رابطه. اینجاست که داستان ما جذاب میشه. بریم سراغ این آقایون خوشتیپ. از این 22 نفر 14 نفر به قطر رأی دادن. به نظرتون چرا؟ جالبه قطر کشوریه که وقتی خود فیفا داشت کشورهای مختلف رو بررسی میکرد برای دادن میزبانی جام جهانی، روی اون اصلا خط قرمز کشید و اصلا مناسب نبود برای برگزاری همچین تورنمنتی. در واقع هر آیتمی که فیفا مد نظرش بود قطر برعکس اون رو داشت. هوای فوق‌العاده گرم، عدم زیرساخت مناسب، عدم آزادی‌های اجتماعی. قطر یک کشور مسلمانه، با کشورهای اروپایی و آمریکایی فرق میکنه. و از همه مهمتر رسالت فیفا برای برگزاری جام جهانی گسترش فوتبال توی اون کشوره. پس سراغ کشورهایی میرن که جمعیت زیادی داشته باشن تا بتونن فوتبال رو توی اون کشور نهادینه کنن. اما قطر فقط 300 هزار نفر جمعیت داره. همه این دلایل رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم یه جای کار داره میلنگه که الان قطر میزبان جام جهانیه. این داستان یک نمونه کوچیک فساد سیستماتیکه، نه فقط در فیفا، در کل دنیا. اینکه چطور افراد ثروتمند به هر چیزی که دوست دارن دست پیدا میکنن. ما 14 نفر رو داریم که به قطر رأی دادن. حالا بیاییم با همدیگه علتش رو پیدا کنیم. چی شد که اینا به قطر رأی دادن؟ بیایید با این شخص شروع کنیم. محمد بن حما، یکی از افراد کمیته اجرایی و اهل قطر. مشخصه که رأی ایشون باید قطر باشه دیگه، اصلا چیز دیگه ای می بود تعجب میکردیم. اما بریم سراغ نفر بعدی، جک وارنر. اون هم از اعضای کمیته اجرایی از کشور ترینیداد و توباگو. یه سری ایمیل و سوابق بانکیش لو رفت. این اطلاعات نشون میده که دقیقاً قبل از رای گیری آقای بن حمام 450 هزار دلار مستقیماً به حساب جک وارنر واریز کرده و بعد از رای گیری هم 1,600,000 دلار دیگه به حسابش واریز کرده. داخل پرانتز این مستقیم ترین حالت رشوه دادنه دیگه. شما شماره کارتشو میگیرید، یه چیزی حدود 2,000,000 دلار واریز میکنید به کارتشو، تمام. حالا شماره شبه هم میشد بگیره. یک ماه بعد آقای وارنر یه ایمیل به بن حمام میزنه و داخلش میگه تو تنها برادری هستی که من در فوتبال دارم. آخه بیشرف، اون برادرت بوده 2,000,000 دلار ازش پول گرفتی، اگه غریبه بود چی کار میکردی؟ یادش بخیر اکبر طبری بود از این رفیقا داشتش، براش کارخونه به نام میزدن، کل لواسون رو به نامش میزدن. چه برادر و چه رفیق، و ما هم هیچی، اینجا داریم ماستمون رو میخوریم. جک وارنر رو میذاریم کنار، بریم سراغ 3 نفر از کنفدراسیون آمریکای جنوبی. وزارت دادگستری آمریکا برای این 3 نفر پرونده باز کرده و توی پروندهشون هست که پیشنهاد دریافت رشوه داشتن. البته خود مدرک منتشر نشده، ولی پرونده‌ای که باز شده و تشکیل شده و الان در حین دادرسی هستش، داخلش نوشته شده که این کار رو انجام دادن. و نکته طنز و شاید غمناک ماجرا اینه که از این 3 نفر در حال حاضر 2 نفرشون اصلا در قید حیات نیستن. حالا چطوری مردن؟ چرا مردن؟ خدا داند. در مرحله بعد ما این 3 نفر رو از کنفدراسیون آفریقا داریم. 1 سال قبل از رأی گیری کنفدراسیون آفریقا نشست سالانه خودش رو در آنگولا برگزار میکنه. هزینه این اجلاس توسط قطری ها پرداخت شده بود. آقا سخت نگیرین دیگه، میخواستن یه کار خیرخواهانه انجام بدن، گفتن یه لابی هم میکنیم، حالا
یه پول اجلاس دیگه میدیم به آفریقایی، اشکالی نداره که. اما مترجم این جلسه فاش کرده که قطری ها توی این جلسه به این سه نفر پیشنهاد دادن در ازای رأی دادن به قطر برای میزبانی جام جهانی نفری 1 میلیون دلار پول نقد بگیرن. خانم مترجم این ماجرا رو افشا میکنه، اما چند وقت بعد توی رسانه‌ها میگه من دروغ گفتم و اصلا همچین ماجرایی نبوده. حالا اینکه انگیزش از این دروغ چی بوده شما خودتون بسنجید. اما بعد از اینکه FBI احضارش میکنه اعتراف میکنه که ماجرا واقعی بوده و به خاطر فشار قطری ها گفته دروغ گفتم. تازه یه مدرک دیگه هم رو شده که یکی از این سه نفر که قبلا 1.5 میلیون دلار پول دریافت کرده بود، یک خبرنگار مخفیانه ازش فیلمبرداری میکنه که داشته در مورد 800 هزار دلار رشوه خودش مذاکره میکرده. همین اتفاق برای نماینده اقیانوسی هم افتاد که باعث شد این دو نفر از رأی‌گیری اخراج بشن و به جای 24 نفر رأی دهنده این مجمع فقط 22 نفر رأی دهنده داشته باشه. تا اینجای داستان راجع به رشوه‌های مستقیم حرف زدیم، ولی از اینجا به بعد یه مقدار پیچیده تر میشه. مثلا این عضو تایلندی کمیته اجرایی فیفا 4 ماه قبل از رأی‌گیری تایلند و قطر در حال مذاکره در مورد واردات انرژی بودند. تایلند چونه میزد تا قیمت‌های مناسب تری برای گاز طبیعی پیدا کنه، چیزی که قطر براش مشکلی نداره. جالب دیگه این آقا که عضو اجرایی فیفا بوده توی یک جلسه مربوط به انرژی حضور داشته. چرا؟ ایمیلای لو رفته خیلی جالبه. یک مرد فوتبالی به یک تاجر گاز قطری از شرکت قطری پترولیوم ایمیل میزنه و در مورد توسعه فوتبال در کشورهای خودشون حرف میزنه. اون آقای قطری هم میگه با مدیر عامل شرکت گاز برای فروش گاز طبیعی صحبت میکنه. دیگه تابلو ماجرا چیه؟ داداش شما اون قضیه تخفیف گاز رو ردیف کن، ما هم بهت رأی میدیم که جام جهانی رو شما برگزار کنید. تازه جالبه این قرارداد آقا گازیه رو با اون آقا فوتبالیه رو کی هماهنگ کرده؟ آقای محمد بن حمام. چند مورد مشابه دیگه هم وجود داره که برای ما ایرانی ها مخصوصا تابلو ماجرا چیه. مثلا این آقا 1 سال بعد از رأی دادن به قطر یک زمین خانوادگی رو به قیمت 27 میلیون دلار به قطری ها فروخت. این قیمت خیلی بالاتر از قیمت منطقه بود. یا مثلا این عضو کمیته اجرایی پسرش دقیقا بعد از رأی گیری فیفا توی یک بیمارستان قطری استخدام شد. البته هر دوی این افراد هر گونه رابطه‌ای رو با قطری‌ها تکذیب کردن. تا اینجای داستان یه سری چیزا براتون مشخص شد دیگه، ولی من میخوام برم سراغ شاه ماهی که ضربه نهایی رو برای رأی آوردن قطری‌ها زد. با نفوذترین عضو کمیته یوفا، رئیس قدرتمندترین کنفدراسیون فیفا یعنی کنفدراسیون اروپا، سلطان میشل پلاتینی، یکی از اسطوره‌های سابق فوتبال که عضو کمیته اجرایی فیفا بود و در اون زمان رئیس کنفدراسیون اروپا بود، که یعنی نفوذ خیلی بالایی روی اعضاش داشت. فقط 1 هفته قبل از رأی‌گیری پلاتینی یک دعوتنامه دریافت میکنه که اصلا نمیتونست ردش کنه. ضیافت نهار با رئیس جمهور فرانسه توی کاخ الیزه. میشل پلاتینی بعداً اعتراف کرده بود که قبل از این جلسه قصد داشته به آمریکا رأی بده. اما اون به این ضیافت میره و حدس بزنید کی اونجاست؟ شخص خاصی نیست، فقط دوتا از قدرتمندترین آدمهای قطر. یکی نخست وزیر قطر و دومی هم امیر فعلی قطر. این نکته رو در نظر داشته باشید. این جلسه در سال 2010 انجام شده، زمانی که دنیا توی یک رکود خیلی عجیبی رفته بود و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه تحت بی سابقه ترین فشارهای ممکن بود. اون داخل این اتاق با افرادی جلسه داره که اصلا بحران اقتصادی نمیفهمن چیه. توی قسمت قبل راجع به قطر و میدان مشترک پارس جنوبی و نفت و گاز و پول نامحدود زیاد حرف زدم دیگه، اگر ندیدید برید ببینید. واضحه دیگه قطری‌ها چیزی رو میخوان که کلیدش دست فرانسوی‌هاست. رأی نهایی برای میزبانی جام جهانی 2022 که الان دارید تماشا میکنید. به گفته منابع موثق سارکوزی خیلی محکم به پلاتینی گفته که به قطر رأی بده. چرا؟ نمیدونیم. ولی یه سری شرایط داشته برای قطری‌ها. سارکوزی به پلاتینی گفت که قطری‌ها میخوان توی فوتبال فرانسه سرمایه گذاری کنن با خرید تیم پاریس سن ژرمن که اتفاقا مورد علاقه سارکوزی هم هست و اون روزها اصلا شرایط خوبی نداشت. بعد از اون جلسه چند تا اتفاق افتاد. قطر تیم فوتبال پاریس سن ژرمن رو به قیمت 60 میلیون پوند خرید، همونطوری که سارکوزی دوست داشت، و یک شبه این تیم پر شد از ستاره های میلیون دلاری و برند اون توسط مشهورترین سلبریتی های جهان استفاده می شد.
و یک دفعه خیلی اتفاقی شاهد معاملات بزرگ تجاری بین قطر و فرانسه هستیم. شرکت هواپیمایی قطر 50 هواپیمای غول‌پیکر از ایرباس، بزرگترین شرکت فرانسوی، سفارش میده. من توی دیجیکالا چک کردم سال 2010 قیمت هر بوینگ 375 میلیون دلار بود که 50 تاش میشه 18 میلیارد دلار. یک معامله عظیم میلیون دلاری و پلاتینی هم اون کاری که قرار بود رو انجام داد. رأی خودش رو از آمریکا به طرف قطر چرخوند. اینو خودش اعتراف کرده ها، حدس و گمان نیست. پلاتینی به اعضای اروپایی هم فشار آورد تا به قطر رأی بدن و در نهایت در دسامبر 2010 روز موعود فرا رسید. زمستان 2010 در زوریخ همه اعضای کمیته اجرایی دور هم جمع میشن چون روز رأی‌گیری جام جهانی 2022. این 22 نفر در چند دور رأی میدن تا اینکه در نهایت قطر اکثریت آرا رو به دست میاره، تقریبا دو برابر رأی آمریکا. آره دیگه، اینجوری شد که الان قطر صاحب تمام توجه دنیاست. البته ما نمیدونیم همه ماجرا چی بوده. اینایی که من براتون تعریف کردم تنها گوشه ای از مسائلی بود که تا الان لو رفته و تونستیم به همدیگه وصلش کنیم و یک نتیجه گیری کنیم. قطعاً کل ماجرا خیلی بزرگتر از این حرف هاست. رازهایی که شاید هیچ وقت رسانه ای نشن. واقعیت اینه که با پول ما مردم ایران، با سهم ما از منابع زیرزمینی، یه سری از افراد هر کاری دوست دارن میکنن. 400 هزار تومان یارانه، صف مرغ و سبد کالا و هزاران مشکل معیشتی، در حالی که قطری‌ها میلیارد میلیارد دارن از منابع نفتی و گازی استخراج میکنن، ما بابت هر روز تحریم بودنمون میلیون ها دلار داریم از دست میدیم. تازه تو رسانه به ظاهر ملیمون دارن میگن کمتر غذا بخوری، گوشت نخوری، یا مثل یمنیا لنگ به خودتون ببندید. یه جمله خیلی بدی تو ذهن ما ایرانی ها جا انداختن که منابع نفتی نفرین شده است و هر کشوری که نفت داره تحت استثمار قرار میگیره. این جمله رو انگلیسی ها تو ذهن ما انداختن. اگر مردم کشور دانش داشته باشن و از حاکمانشون راه درست رو بخوان، هیچ وقت منابع نفتی نفرین شده نیست. خوشحالم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و برای دوستاتون بفرستید و فراموش نکنید که کانال منو حتما سابسکرایب کنید، چون به من انگیزه میده ویدیوهای بیشتر از این جنس براتون بسازم. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم.